امشب با اسلام آنتونی شمس، بازیگر و کمدین ساکن لس آنجلس گفتگو میکنم. او از جمله نخستین هنرمندان ایرانی تباری است که به صورت حرفه‌ای کارش را در آمریکا آغاز کرده و سالهاست که به اجرای برنامه میپردازه. استنداپ کمدی و یا طنز ایستاده یا طنز تک نفره بخش مهمی از فعالیت‌های اسلام را تشکیل میده. برنامه‌های به زبان‌های فارسی و انگلیسی و حتی فارگلیش که خود او هم از بنیانگذاران این سبکه و طرفداران زیادی در بین جوان‌ها داره. به لس آنجلس میریم تا گفتگوی امشب رو آغاز کنیم. اسلام آنتونی شمس، بهت سلام می‌کنم و درود می‌فرستم. مرسی از اینکه با ما همراه هستی. سلام علیکم everybody، به علی و به تقی و بهنود هادی. What's up، حال شما؟ من روی صحنه‌ام، به لطف شما. I'm not a rapper but I'm gonna rap مثل آمریکایی‌ها but not crap. Here we go. Sit back, relax and enjoy the show. سلام به یکایک که شما دوستان عزیز و آقای مکری عزیز. منم خیلی خوشحالم که شما رو در برنامه داره. این مقدمه بخشی از کارهای شما هست، یعنی رو صحنه که میرین همیشه این تکه کلامو اجرا میکنین؟ نه، من کار من فلبداه سرایی ایمپروو زیاد و گفتم به مناسبت این که هر کسی اینجا میشینه اینترویو میکنین مثل مجسمه خشک میشینن، گفتم یه تنوعی توی برنامه ها باشه. میدونم یه خورده ایرانی وار نیست، ولی خب ما داریم در آمریکا زندگی میکنیم، زمانه عوض شده. Let's not be like، میگم مثل نمیخوام جسد بشینم اینجا چون من زندم و زندگی ادامه دارد، سرشار از شادی و محبت با دوستان دور هم دیگه. خیلی هم سپاسگزار از شما. اما چطور اصلا به طنز علاقمند شدی یا کمدی؟ چرا رفتی سراغ استنداپ کمدی و این کار رو انجام میدی؟ خب در فرهنگی که ما درش زندگی میکنیم غم و غصه زیاده. بچه که بودیم تو مدرسه میخواستی لبخند بزنیم میگن نیش تو ببند. از اونجا باعث شد که من سعی کنم همیشه نیشم باز باشه، خنده بر لبان باشه، به خاطر اینکه خنده شادی میاره. آمریکایی‌ها میگن یه ذره، مثلا آمریکایی ها، نمیدونم آمریکایی نه، ولی میگن اون کسی که میخنده دوامش بیشتره، خنده بهترین داروست و اگر هنوز میتونی بخندی بدون که فقیر نیستی. اینا جملاتیه که واقعا آدم باید به دل بگیر و به فکر کنی در موردش، خیلی به درد خیلی ها میخوره، مخصوصا ما ایرانی ها. شما از جمله اولین هنرمندای ایرانی تباری هستی که در آمریکا به استنداپ کمدی و کارهای طنز رو آوردی. واقعا اون دوران چه شرایطی وجود داشت؟ اون اوایل کال چگونه بود؟ خب مثل هر کسی که یه نوآوری میکنه مخالف زیاد خواهد بود. در جامعه خودمون خب به خاطر اینکه برنامه گنگ بود یه خورده براشون، چون ما معمولا تئاتر و اینا رو عادت داریم میریم و کیلویی حساب میکنن مردم، 10 نفر رو صحنه باشن میارزه به پولی که دارن میدن. ولی خب میگم از اونجایی که من توی آمریکا بزرگ شدم از 18 سالگی به این ور، یه کاری بود که تو جامعه ما نبود. آمریکا 200 خورده ای سال تاریخ و فرهنگ دارد، اونم خیلی کم، و استنداپ کمدیشون 12,000 تا کمدین دارن، ولی خب ما بیش از 10,000 سال تاریخ و فرهنگ غنی، به گفته دوستان، به گفته خیلیا که حتی در موردش هیچ هم نمیدونن، فقط در موردش صحبت میکنن داریم. ولی آزادی سخن و استنداپ کمدی به این طریقی که تو کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام میشه نداشتیم. به همین دلیل منم همیشه مثل ماهی سمن که خلاف جهت رودخونه حرکت میکنه که ادامه برای ادامه حیاتش تخم گذاری بکنین، منم این سعی کردم تخم بذر این کار رو بکارم. به همین دلیل تصمیم گرفتم این کار رو شروع کنم. به جرات میتونم بگم خیلی منو پایه‌گذار استنداپ کمدی ایرانی کایی که ترکیبی است از ایرانی و آمریکایی به زبان شیرین فارگلیسی، نه فینگلیسی. فینگلیسی خیلی لغت عقب افتاده ایه، چون فقط فی فارسی رو میذارین و بیشتر به انگلیسی حال میدید. فارگلیسی فرهنگی که بین پدر مادر بچه ایرانی در آمریکا هست و انگلیس. خب درباره همه فارگلیسی که شما گفتی یه مقدار توضیح بده. چه سوژه هایی رو میری سراغش؟ این داستان ها، جوکا چگونه انتخاب میشه؟ همه چیز اسم خود شما بهنود، نود که انگلیسیش میشه لخت، به هم که میوست، شما میوه لختی. آره خیلی از نظر انگلیسی بخوای ترجمه کنی اسمای زیادی هستش که همه مشکلات رو پیدا میکنن. آره اسم شما به فارگلیسی خیلی سکسیه. ببینید موضوعا میگن تئاتر آینه زندگیه. خب استنداپ کمدین کارش اینه که
محیط دور و برش نگاه میکنه. کار من ابزرویشنال کمدیه، کمدی مشاهداتی، همونی که مثلا میگم اگه این کار میکنین ممکنه ایرانی باشین، you might be Persian، اگر مثلا بعد از 30 سال شما رو هنوز جناب سرهنگ خطاب میکنن ولی خب you're not doing anything، که کاری انجام میدین، you might be Persian، یا اگر تو این گرونی بنزین 10 مایل رانندگی میکنین که یه قلم جنس رو به یه مغازه 99 سنتی پس بدین، you might be Persian، یا اگه قیمت یه جنسی رو تو مغازه 99 سنتی میپرسین چنده، you might be Persian. ببینید مشاهدات روزمره است. البته من چیزای ساده شو دارم اینجا میگم به خاطر اینکه برنامه داره به زبان فارسی پخش میشه و همونجور که میدونین ما همه چیز نمیتونیم بگیم، به خودمون که نمیخوام دروغ بگیم، همه چیز نمیتونیم بگیم. ما هنوز که هنوز فرهنگ خودسانسوری رو باید رعایت کنیم به خاطر اینکه خیلی‌ها ممکنه بهشون بر بخوره، چون فرهنگ این کار استندآپ کمدی هنوز جا نیفتاده. خیلی ها از این فرهنگ استندآپ کمدی در جامعه ما یه خورده عقبن، نمیگم عقب افتادن ولی نرسیدن به این، به خاطر اینکه یه چیزیه که امروزیه، که خود من امروزی و در مورد درباره آینده هستم، تو افتخارات گذشته نمیتونم زندگی کنم. به همین دلیل سعی کردم برنامه‌ای را ارائه بدم که زبونش برای بچه‌ها و پدر و مادرها ثقیل نباشه. این فارگلیسی فارسیش قلمبه سلمه نیست که بچه ها نفهمن، انگلیسیش هم زیاد سنگین نیست که پدر مادرها نفهمن. موضوعش هم که کارهای روزمره ما ایرانی ها، آمریکایی ها، چی میگن، همه ملیت ها، من فقط در مورد ایرانی ها صحبت نمی کنم، کما اینکه امشب فقط به زبان انگلیسی در کامیدی استور داریم برنامه اجرا میکنیم و در مورد همه سیاپوس، کره‌ای، کلمیا، مسلمان، مسیحی ها، چه میگن، ایرانی ها، همه صحبت میکنم. فعلا شما اشاره کردی به مشکلات و محدودیت هایی که اجرای برنامه واسه ایرانی ها داره مخاطب فارسی زبان. حالا میخوام بریم سراغ مخاطب آمریکایی. آیا این مشکلات و محدودیت ها واسه اونام وجود داره، یا به عبارت دیگه هیچ خط قرمزی در آمریکا هست شما شده خودتو سانسور کنی؟ برای آمریکایی‌ها نه، به خاطر اینکه ببینین شما اگر بخوای مطرح باشی مجبوری در مورد موضوع‌های روز صحبت کنی. اگه بخوای در مورد یه چیزی صحبت کنی که برای مردم قابل فهم نیست یا در گذشته است، چون شما که نمیتونی هی یادآوری بکنی به مردم. ما موضوع‌های ما ایرانی‌ها، موضوع‌های روز رو بخوای بگی، در مورد این صحبت نکن، در مورد اون صحبت نکن، در امروز نباشه، امشب شب فلانه، امشب امروز روز فلانه، یعنی هوا ابری، اصلا نه، برای من به عنوان یک استندآپ کمدین در جامعه ایرانی به عنوان یک مرد هفت قلو زاییدن راحت‌تره تا اینکه یه موضوع رو راحت بخوام روی صحنه برای ایرانی‌ها باز کنم بخندونمشون، چون قید و بند سیاسی و مذهبی و فرهنگی زیاد روی هنر گذاشته شده. روزی که هنر بخواد غلبه، چی میگن، این افکار بخواد غلبه بشه بر هنر، روزی که ما باید فکر چاره‌ای باشیم. واز دیگه خیلی میدونم یه خورده سنگینه برای بعضیا ولی حقیقت تلخ است. الان با هم صحبت میکنیم، ظرف چند سال خب هنرمندای جوان زیادی اومدن و دارن این کار رو انجام میدن، هنرمندای آمریکایی ایرانی تبار. نظر درباره کار اونا چیه؟ چقدر تونستن خودشون رو تثبیت بکنن و به عنوان هنرمندای ایرانی تبار موفق باشن؟ هنرپیشه یا استنداپ کمدین؟ استنداپ کمدین، همین زمینه به خصوصی که صحبت میکنیم. خب بچه ها زیاد هستن، خیلی ها هستن که کارشون هم به مراتب از من خیلی بهتره، ولی خب در این خطه استنداپ کمدی صحبت بهتر بودن نیست. به قول آمریکایی‌ها everybody is different، یعنی دوست من هست ماز جبرانی، یکی از معروفترین اسمایی که در جامعه ایرانیکایی معروفه، تو آمریکایی‌ها معروفه، ایرانی هم خیلی میشناسنش. امید جلیلی دوست عزیزم در انگلیس، کیوان، مکس امینی، خیلی هستن. هممون به یه نحوی داریم سعی میکنیم ایرانی ها رو مطرح کنیم، نکات خوبشون رو، نه اینی که توی میدیا و توی اخبار از کشور ما نشون میدن و ما رو تروریست حساب میکنن. ایرانی تروریست نیست، ایرانی هر جای دنیا هست توریسته، تروریست نیست. و سعی میکنیم در موقعی که در این توریست هستیم
فرهنگمون رو اشاره کنیم برای دوروریامون که بگیم ما آدمای مهمون نوازی هستیم، ما آدمای خشمگین و عصبانی و بکش بکش نیستیم، به خاطر اینکه این تو خون ما نیست. ایرانی مهمون نواز، هر جا میره که مهمونه سعی میکنه اون مهر و محبتش رو به مهماندارش نشون بده. البته ما که دیگه تو آمریکا مهمان نیستیم، میزبانیم. بعد از 32 سال احمقانه است آدم بگه در این کشور مهمان. میدونم یه خورده سخت قبولش، ولی حقیقت تلخ است. و هم سوال های زیادی راجع به استنداپ کمدی دارم، ولی خب چون زمانمون کمه میخوام درباره فیلم وست بنک استوری هم صحبت بکنیم که شما در اون به ایفای نقش پرداختی و اتفاقا این فیلم جایزه اسکار رو هم برد. این موفقیت چقدر تاثیر گذاشت رو کارهای حرفه‌ای شما و اصلا این چگونه فیلم و برنامه‌ای بود؟ به اندازه 3 برابر موهای سرم این تاثیر گذاشت روی برنامه‌های بعدیم. فیلمی بود که در مورد کمدی موزیکال در وهله اول، کپی کانترفیتش هم تو ایران زیاده. بعد عرضم بزرگتون دعوای دو تا رستوران فلسطینی اسرائیلیه که دست آخر نشون میده ببینین خون همه ما یک رنگه، چه مسلمون باشی چه کلمی فرقی نمی کنه، چه مسیحی چه بهایی، همه خونمون یک رنگه. بیاین تا این دو روزی که مهمان هستیم در این دنیا با هم بهزیستی کنیم و همدیگر دوست بداریم. کانسپتش یه خورده ثقیله برای اونایی که دوست دارن بقیه رو بکوبن در هر کشوری، ولی فیلمی بود که خیلی کمک کرد به کارهای هنری من و اسکارش هم توی چی میگن بانک الان و مام دستی بهش تبرکش کردیم و عرضم بزرگتون خیلی کمک بزرگی بود در این زمینه کارهای هنری. کما اینکه برنامه‌های منو وقتی میان بیشتر حس کنجکاوی اینه که خب بریم ببینیم این که مثلا جایزه اسکار گروهی رو برده چقدر بارشه، چقدر حالیشه تو زمینه استنداپ کامیدی. اسلام آنتونی شهر از شرکت در برنامه شباهنگ سپاسگزارم، امیدوارم موفق باشیم. ما سعی میکنیم گزارشی هم از برنامه‌ها تهیه کنیم که در شباهنگ پخش بشه. سپاس فراوان. خواهش میکنم و 10 برابرش برای شما آقای بهنود مکری در وایس آف امریکا و آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما و برای همه دوستان هموطنان میکنم. واقعا این از ته دل میگم، همیشه شاد باشید تا دیگران هم دورتون شاد باشن. Laughter is the best medicine. If you can still laugh, you're not poor. مرسی از اسلام آنتونی شمس در لس آنجلس.